سلام. سومین جلسه درس‌های مقاومت مدنی رو شروع می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه در جلسه اول به اولین سوالات در خصوص مقاومت مدنی پرداختیم و در جلسه دوم به بحث برنامه‌ریزی استراتژیک و لزوم برنامه‌ریزی پرداختیم. اما برای ادامه بحثمون، همونطور که در جلسه گذشته هم صحبت کردیم، از چکلیستی که زحمت آقای اکرمن و حاصل دانش و تجربه او بوده استفاده کردیم و اگر خاطرتون باشه در این چکلیست در واقع سه محور اولی رو انتخاب به عنوان حداقل نیازها برای برنامه ریزی ذکر کردیم و اینکه بدون اینها جنبش مدنی برای پایین عبور از دیکتاتوری، کنار گذاشتن دیکتاتوری، به پیروزی نمیرسه. اون سه اصل مهم عبارت است از اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت. اما به سراغ ادامه بحثمون از روی چکلیست بریم. برای بحث در مورد چکلیست مقاومت مدنی اجازه بدید اول یک مرور کوتاهی از مبحث نخست، یعنی اتحاد، داشته باشیم که جلسه گذشته هم راجع به اون صحبت کردیم. اولین شرط برای برنامه ریزی مقاومت مدنی ایجاد اتحاد و هرچه متحد کردن نیروهای در صحنه است. این اصل رو با این سوال مطرح کردیم که آیا مقاومت مدنی می تواند فعالین رو حول اهداف و رهبران متحد بکنه؟ این سوال به سه سوال تحویل شد، به سه سوال تقسیم شد. سوال اول این که آینده پس از دیکتاتوری چگونه خواهد بود؟ هر مبارزه مدنی که داریم وقتی هدفش رو روشن کردیم، برای این که مردم بتوانند شرکت بکنند، رغبت داشته باشند که در مبارزه حضور پیدا بکنند، باید دورنمای آینده رو ببینند. مثلا اگر مبارزه برای رفع تبعیض نژادی است، باید بدانند بعد از رفع تبعیض نژادی چگونه خواهد بود آینده. اگر پایین کشیدن دیکتاتور هدف ماست، باید بدانند جامعه پس از دیکتاتور چگونه دموکراتیک، حقوق مردم چگونه است، وضع اقتصادی چگونه خواهد بود. سوال دوم این است که نقشه راه برای رسیدن به پیروزی چیست؟ یعنی چه نقشه‌ای جلوی چشم مردم میگذاریم برای اینکه بدونیم به پیروزی میرسیم، روشن بدانند که کار ما نتیجه داره. و سوم، رهبری دارای حقانیت کیست؟ کسانی که این مبارزه رو رهبری میکنند چگونه در واقع حقانیت، مشروعیت و لجیتیمیسی مبارزه رو پیدا میکنند؟ اجازه بدید برای مثال که چگونه در واقع می شود این سه اصل رو تأمین کرد، مردم رو به شور و نشاط درآورد برای اینکه شرکت بکنند وقتی زیر فشار هستند، به سراغ مثال شیلی بریم و مبارزه ضد پینوشه، دیکتاتور شیلی، که چگونه در واقع خمودگی و سرکوب مردم با تصمیم درست، نقشه و تاکتیک مناسب در مقطع مناسب به نشاط مردم تبدیل شد. اعدام ها، ناپدید شدن ها و زندان به مدت 10 سال باعث بقای دیکتاتوری گشت. در 1983 در بحران اقتصادی شدید شیلی بیکاری به 33% افزایش شد و مردم شیلی احساس می‌کردند که
که دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است. و اندیشه مخالفت آشکار با رژیم برای نخستین بار در ذهن‌ها جای گرفت. نخستین نشانه‌های مخالفت در معادن مس کوه‌های اندیز و در قلب اقتصاد شیلی بروز کرد. کارگران معادن از جمله کارگرانی بودند که در بزرگترین و سودمندترین صنعت صادرات شیلی از درآمد بهتری برخوردار بودند. رهبر آنها رودولفو سیگل یک کارمند 29 ساله حسابداری در معدن مس شیلی بود که در اواخر کنگره ملی کار برگزیده شده بود. سیگل می‌خواست که اعضای آن به نخستین اقدام یعنی یک اعتصاب همگانی دست بزنند. 10 سال می‌گذشت و هیچ کس برای اعتراض به خیابان‌ها قدم نگذاشت. باید می‌فهمیدیم که عکس العمل کشور چیست. بعد اینکه آیا جرأت انجامش را دارند؟ هدف ما باز کردن چشم و گوش مردم و گفتن این واقعیت بود که ما جرأت انجامش را داریم. امکانش هست و می‌شود این کار را کرد. یک هفته پیش از آغاز اعتصاب، نیروهای پینوشه معدن مس را به محاصره درآوردند. سیگل می‌دانست که در صورت اعتصاب، خونریزی به راه خواهد افتاد. آنها نقشه خود را عوض کرده و به جای اعتصاب، یک روز اعتراض ملی اعلام کردند و با آنکه فقط چند روز بیشتر فرصت نبود، نه تنها تمام اعضای اتحادیه را بلکه باید تمامی مردم شیلی را تجهیز می‌کردند. آن روز صبح رو به یاد دارم. ابتدا محسوس نبود که آیا مردم به آهستگی راه می‌رفتند و آهسته رانندگی می‌کردند و کندی عمل آنها طبیعی است و یا در اعتراض است. تا اینکه سرانجام در ظهر خیلی آشکار شد. همه چیز به طور مشخص و به قدری کندتر بود که همه در شهر شروع به تعطیل فعالیت کردند. با فرارسیدن تاریکی هیچ کس نمی دانست که آیا اقدام آشکار و مرحله نهایی اعتراض موفق خواهد شد یا نه. روز بعد یک حالتی بود که همه میپرسیدن دیشب چه کردید؟ دیدید که همه به ظروف میکوبیدن؟ و مشاهده میکنید که در جامعه‌ای که هر یک از انسانها به یک جزیره متروک بدل شده بودند، ناگهان یک حالت واقعی اشتراک و همدستی ایجاد شده بود. روز بعد از پایان اعتراض در اولین جلسه‌ای که داشتیم تصمیم گرفتیم که هر ماه یک برنامه اعتراضی داشته باشیم و این اقدام را برای مدت 9 تا 10 ماه اجرا کردیم. این شیوه باعث سردرگمی و آشفتگی رژیم شد، زیرا اعتراض غیر مسلحانه ما به ما قدرت بیشتری بخشید. با توسعه گسترده و پی در پی تظاهرات، جب شادی و رضایت نیز اوج گرفت و مردم رفته رفته باور کردند که تنها با تظاهرات همگانی میتوان دیکتاتوری را به زانو درآورد. تظاهرات اصلی مخالفان ابداً به دور از خشونت بود و سرکوبی‌های بی‌رحمانه پلیس در تظاهرات ماهانه که برای ایجاد رعب و وحشت و توقف جنبش انجام می‌گرفت هیچ اثری نداشت. همونطور که دیده میشه در مبارزات مدنی، مهم این است که
با خشونت ورزی حکومت ما گرفتار خشونت ورزی متقابل نشیم. این به این معنی نیست که بیستیم کتک بخوریم و هزار بلا سرمون بیارن، بلکه به این معنی است که مسیر مبارزه رو اجازه نمیدیم که دشمن تعیین بکنه، بلکه این ما هستیم که ابتکار عمل رو به دست داریم و از قدرت برتر و نیروی بزرگتر استفاده میکنیم. با این یادآوری که در مورد خشونت ورزی کردیم، اجازه بدید برگردیم به ادامه بحث چکلیست. دومین اصل در هر نوع برنامه ریزی برای مقاومت مدنی داشتن برنامه اجرایی است که خود این برنامه اجرایی به مبحث اول یعنی اتحاد هم کمک میکنه، ولی قلب کار ما در اینجاست. سوال در این خصوص که آیا مقاومت مدنی برنامه اجرایی برای پیروزی داره، تحویل میشه به 5 سوال. در واقع پاسخ به این 5 سوال در چک لیست هست که به ما کمک میکنه برنامه اجرایی داشته باشیم. سوال اول اینه: آیا کارهای تاکتیکی تهاجمی طراحی و تنظیم شده؟ همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، مقاومت مدنی مساوی است با غیر فعال بودن یا پسیو بودن نیست، بلکه مثل یک جنگ باید برنامه تهاجمی داشت. برعکس، مقاومت مدنی مساوی است با فعال بودن و برنامه تهاجمی داشتن، یعنی اکسیون‌هایی رو باید طراحی کرد که متناسب با شرایط، متناسب با توان شرکت کنندگان، متناسب با آموزش‌ها، متناسب با مقدار اطلاع رسانی بتوان کاری کرد که حکومت وادار به عکس العمل بشه. ابتکار عمل دست ما باشه و حکومت ناچارش واکنش نشون بده. سوال بعدی این است که همزمان با کار تهاجمی آیا کارهای تاکتیکی دفاعی هم طراحی و تنظیم شده؟ چون میدونیم هر عملی که ما بکنیم حکومت عکس العمل نشون میده، خشونت نشون میده، دستگیری ممکنه بکنه، بنابراین باید تاکتیک های دفاعی رو فکر کرده باشیم. ممکن است چگونه از محیط عمل اگر تظاهرات برق‌آسا هست فرار بکنیم. اگر از نوع اعتصاب هست و میدونیم تعدادی دستگیر میشن، چگونه دستگیر شدگان رو حمایت کنیم؟ یا چگونه مخفی کاری رو رعایت کنیم که حکومت نشناسه و به هر حال تاکتیک های دفاعی؟ اجازه بدید در همین جا این دو بخش رو برای اینکه بهتر درک داشته باشیم به سراغ مثال مقاومت مدنی در امریکا بریم. جنبش مدنی امریکا در دهه 60، مبارزات مارتین لوتر کینگ و مغز متفکر اون مبارزات جیمز لاوسون، و ببینیم که از این منظر چگونه در واقع برای یک تاکتیک تهاجمی، برای مبارزه با تبعیض نژادی و راهکارهای دفاعی فکر شده، برنامه ریزی میشه و به اجرا در میاد. این رو هم بگم که در این اکسیون خاص خشونت ورزی سفیدها و پلیس سفید پیش بینی شده بود و بخشی از کتک خوردن در واقع در این اکسیون گوشه ای از مبارزه است، ولی به معنی این نیست که در مبارزات بی خشونت باید آماده کتک خوردن بود. باز هم این رو تکرار میکنم، با هم نگاهی بکنیم به مثال مبارزات مدنی در امریکا برای رفع تبعیض نژادی. جیمز لوسن، یک کشیش اهل اوهایو، برای دانشجویان نشویل فرصت شرکت در فعالیت‌های ضد جداسازی نژادی را فراهم آورد. کشیش 30 ساله در هندوستان تدریس کرده و شیوه مهاتما گاندی را نیز مطالعه کرده.
وی در یک کلیسای کوچک در نزدیکی دانشگاه فیسک یک سلسله کلاس‌های شبانه درباره مبارزه بدون خشونت آغاز کرد. رفتار جیم لوسن بسیار خونسرد بود و هدفش پرشور از میان بردن تبعیض. کلاس‌هایش با هوشترین دانشجویان نشویل را جذب می‌کرد. A good friend of mine in Alabama here last April was taken out by the KKK and beaten on a tree, tied to a tree, beaten by chains and whatnot. I thought non-violence. من فکر می‌کردم عدم خشونت مؤثر نیست. ولی به یک دلیل در این کلاس ها ماندم، چون این تنها گروهی بود که حداقل سعی داشت با تبعیضی که من از آن آگاه بودم مبارزه کند. جیم لوسن به تشویق مارتین لوتر کینگ به جنوب آمده بود که معتقد بود نهضت‌های حقوق مدنی به رهبرانی که استراتژی به دور از خشونت را درک می‌کنند نیاز دارد. ما با این گروه قیام بدون خشونت رو از دیدگاه‌ها و مراحل تاریخی، مذهبی و ریشه‌های آن از مقاطع گوناگون بررسی کردیم و درباره تجربه به کار بستن شیوه گاندی توسط ما بحث کردیم. It may have much more meaning to the attacker if, as he strikes you on the cheek, you're looking him in the eyes. متاسفانه تصور بسیاری از پیکار بدون خشونت این است که اگر سیلی خوردید باید روی خود را برگردانید و سیلی دیگری بخورید. برعکس، دوری از خشونت به معنی مبارزه با سلاح دیگری. مبارزه شما برای غلبه بر آنهاست. این خودش یک پیکار است و بیش از کتک کاری چالش به حساب می آید. پاسخ دادیم ابتدا هدف از بین بردن جداسازی در مرکز شهر است که با رستوران ها شروع خواهیم کرد. اولین قدم به سبک گاندی تحقیق و بررسی، تمرکز و انتخاب هدف. از ماها قبل لوسن گروه را آماده می کرد. Well, look at the eight balls all lined up. Hi there, Jungle Bunny. He's so dark, he's making the whole place dark. او می‌خواست که آنها تجربه تحمل حمله فیزیکی و لفظی را پیدا کنند و خودداری از واکنش را بیاموزند. Now let's see what we've learned from this to us as to how we might act non-violently. What are the basic problems here so far? You cannot go on. نمی شود با 25 نفر که هر کی هر چه می‌خواهد می‌کند به تظاهرات رفت. همه باید با هم هماهنگ باشند. و آن اصل کلام است، یعنی مشکلی که مردم در درک لزوم انضباط شدید، آموزش و طرح و استراتژی و جلب افراد جدید برای یک مبارزه بدون خشونت دارند که خود به خود انجام نمی شود و باید با رویه و به طور سیستماتیک انجام گیرد. آنها نخستین اقدامشان را برای یک روز شنبه که توجه عموم را جلب کند طرح کردند. ساعت‌ها بر روی صندلی‌های رستوران به انتظار مخالفان نشستیم. می‌دانستیم که خواهند گفت کنار یک سیاه کثیف نخواهند نشست. برای آن روز به خصوص نکاتی را در پوشیدن لباس هم رعایت کرده بودیم. به ما گفته بودند ممکن است بازداشت بشویم، ولی ما به قسمت فروش غذا رفتیم، روی صندلی ها نشستیم. با
خیلی منظم و آرام به انتظار نشستند. آنها از عدم دریافت سرویس تعجبی نکردند. مدیر رستوران به سرعت کار را تعطیل کرد، ولی دانشجویان تا پایان وقت آنجا ماندند و به کارهای درسی پرداختند. هیچ گونه خشونت و بازداشتی روی نداد. این رویداد تنها در صفحه ده نشریه روز یکشنبه چاپ شد. جان زیگنتالر دبیر نشریه اینطور به یاد می آورد. در آغاز واکنش همه ابتدا با کمی شوک و شاید مزاح همراه بود. اینها خیال میکنن کی هستن و چه کار میکنن. این یک حادثه خبری بود، ولی ما نمیدانستیم چطوری چاپش کنیم. صاحبان کسب برای اینکه ناچار نشوند به سیاهان چیزی بفروشند، تصمیم گرفتند کار را تعطیل کنند. یک هفته بعد دانشجویان بازگشتند. سفیدها این جریانها را مرحله ای زود گذر می پنداشتند و تهدیدی برای وضع موجود نمی دیدند. برای سومین شنبه سیاهان شش محل را هدف قرار دادند. آن روز به ما گفتند که قرار است اجازه دهیم اوباش ما را مجذوب کرده و پلیس ما را بازداشت کند. بنابراین باید آماده کتک خوردن و بازداشت می بودیم. و با این شرط بود که جلو رفتیم. همه آماده ی هر گونه احتمالی بودند. هر گروهی یک فرمانده و یک مراقب داشت که اخبار را با تلفن به مرکز کلیسا برساند. مراقبین همچنین شماره تلفن آمبولانس و پول خورد کافی برای تلفن همراه داشتند. با ورود نخستین گروه ها به اماکن، گروه های دوم و سوم اعتصابیون پنهانی آماده جایگزینی افراد در صورت بازداشت بودند. همانطور که پیش بینی می شد، در 15 دقیقه اول پلیس دخالتی نکرد. When I asked each and every one of them separately to leave, they didn't leave, so I instructed the men to put them, place them under arrest. We placed them under arrest. When we cleared the stools, some more colored boys and girls and white boys and girls got on the seats. پلیس واقعاً شگفت زده شده بود. آنها خیال می‌کردند که قائله تمام شده و وقتی که سر برگرداندند و صندلی‌ها را دوباره پر از دانشجویان سیاه دیدند، می‌توانستی ببینی که از گوشه چشم با نگاه به هم می‌گویند می‌بینید حالا چی کار کنیم؟ و این در حالی بود که گروه دیگری آماده جایگزینی بود. ما یک فلسفه داشتیم و آن نیروی قیام به دور از خشونت بود. نیرویی که ما در خود احساس می‌کردیم پرقدرت‌تر از نیروی پلیس آنان، توانمندتر از تمام قانونگذاران آنان و مؤثرتر از تمام چماق‌ها و سگ‌ها و زندان‌های آنان بود. قدرت ما در تحمل سختی بود که فراتر و زورمندتر از تمامی نیروی آنان بود. بازداشت‌های دست جمعی برای دانشجویان یک پیروزی به حساب می‌آمد. خبرنگاران متوجه بودند که با یک مسئله ملی روبرو هستند. مثل این بود که خبرنگار جنگی در وطن خود بودیم. فقط در این پیکار عدم خشونت بر خشونت پیروز می‌شد. و این یک زمان تاریخی بود که همه آن را احساس می‌کردند.
صبح روز دوشنبه دانشجویان هنوز پشت میله‌های زندان بودند و در ظرف 48 ساعت حرکت کوچک دانشجویی آنها به نهضتی بدل شده بود که موجب الهام هزاران تن گردیده بود و اکنون جامعه سیاهان شهر به مبارزه پیوسته و در صدد جمع‌آوری پول و استخدام وکیل مدافع بودند. مطمئناً همه شما که این بحث ها رو تا اینجا دنبال کردید ده ها سوال در خصوص جنبش آزادی خواهی در ایران دارید، مبارزه در مورد ایران دارید و ذهن شما به طور طبیعی به سراغ این میره که این حرف های کلی و عمومی چگونه در ایران میتونه به اجرا در بیاد. سوالات خودتون رو نگه دارید، راجبش فکر بکنید تا به تاکتیک ها بپردازیم، مرور تاکتیک هایی که در خیلی کشورها اجرا شده، ابتکاراتی که زده شده و بعد از اون وقت به سراغ بررسی های مقایسه‌ای در خصوص جنبش در ایران، نقاط قوتش، نقاط ضعفش و چگونگی برنامه ریزی برای اون برسیم. به پایان جلسه سوم میرسیم. خدا نگهدار.